سلام دوستان، با یه برنامه دیگه از داستان‌های کوتاه در خدمتتون هستم. این بار در رابطه با دنیز دایی، دختر علی دایی که تا مدت‌ها پیش کسی از وجودش خبر نداشت. پس تا پایان این ویدیو با من همراه باشید. لطفاً قبل از شروع ویدیو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. بریم سراغ ویدیو. علی دایی فوتبالیست معروف کشورمون سال 1384 زمانی که حدوداً 36 ساله بود با خانم منا فراخ آذری همسر فعلی خودش ازدواج کرد. ولی این ازدواج اولشون نبود و قبل از اون ازدواج ناموفقی داشتن. در حال حاضر همسر سابق ایشون ساکن شهر لندن و حاصل این ازدواج یه دختر به نام دنیز داییه. همسر علی دایی سال یک بار جهت دیدار دختر و پدر رهسپار ایران می شد و در حال حاضر برخلاف تصور علی دایی دو فرزند داره. اما بیشتر رسانه ها عکس‌های نورا دایی فرزند دومش رو منتشر کردند و مدعی هستن علی دایی یه دختر داره. اما ماجرا چی بود و از چه قراره و از چه زمانی اسم دنیز دایی بر سر زبونا افتاد؟ ماجرای بر سر زبون افتادن اسم دنیز دایی از اونجایی شروع شد که علی دایی تو برنامه تلویزیونی به اسم دخترش قسم خورد. به جان نورا نمی بخشم. ولی مایلی کوهن توی جواب گفت بهتره بگی به جان دنیز نمی بخشم. و بر این اساس ماجرای همسر سابق علی دایی بر سر زبون افتاد. دنیز دایی دختر بزرگ علی دایی و مریمه که همراه مادر ساکن لندنه. متولد دهه 80. علی دایی سال 81 زمانی که حدوداً 32 سال سن داشت با خانمی به اسم مریم ازدواج کرد که ازدواجشون دوام چندانی نداشت و بعد از مدتی با وجود فرزند دختر از هم جدا شدن و دنیز به همراه مادرش راهی لندن شد. دنیز توی لندن به کلاس رقص میره و به صورت حرفه‌ای اونو دنبال میکنه و توی پیج اینستاگرام این دختر عکس ها و فیلم های رقصش وجود داره و همینطور تصاویری با دوستان و پدرش. علی دایی نیز در این میان وجود داره. اما علی دایی بعد از جدایی از مریم و رفتن اونا به لندن مجرد نموند و سال 84 با خانم منا فراخ آذری همسر فعلی خودش که طراح جواهرات ازدواج کرد. منا فراخ آذری متولد سال 1356 در شهر تهران به دنیا آمده و کارشناس ارشد مهندسی صنایع غذایی. مراسم عروسی در اردیبهشت ماه سال 84 یکی از مجلل‌ترین ازدواج‌های اون زمان بود که بیش از 100 میلیون تومان خرج مراسم شد و این زوج در سال 1390 صاحب دختری به اسم نورا شدند. علی دایی علاوه بر اینکه صاحب برند دایی، نمایندگی آدیداس و ناک رو هم داره و در ساختمان سازی و بساز بفروشی هم بسیار فعاله. شعبات مختلفی از فروشگاه جواهرات خاص و نمایندگی برندهای معروف در لباس رو هم داره و وارد رستورانداری نیز شده و مجموعه رستورانهای پدر خوب متعلق به وی می باشد. علی دایی فارغ التحصیل مهندسی متالورژی از دانشگاه صنعتی شریف و در سال 1386 از سوی فیفا با عنوان 26 امین بازیکن برتر تاریخ فوتبال جهان معرفی شد. دایی نه تنها از لحاظ عناوین فردی و تیمی پر افتخارترین فوتبالیست تاریخ ایران به شمار میره که ثروتمند نیز هست. ایشون یکی از سرمایه‌دارهای بزرگ ورزش به شمار میاد که البته همیشه دستی هم در کار خیر داره. علی دایی هم اکنون ساکن محله نیاوران تهرانه. علی دایی بهترین گلزن ملی و یکی از بهترین مهاجمان تاریخ جام ملت‌های آسیا به شمار میره که در دوران حرفه‌ای فوتبال خودش با زدن 109 گل در 149 بازی ملی رکورد بیشترین گل زده در بازی‌های ملی فوتبال مردان جهان رو به دست آورد. او در اردبیل در خانواده پرجمعیت به دنیا اومد و 4 برادر داره. پدرش راننده کامیون بود و مادرش خانه‌دار. متولد 14 بهمن 1348.
اما برای اینکه یک سال زودتر به مدرسه بره در شناسنامه 1 فروردین به عنوان تاریخ تولد درج شده. در کودکی اون رو شهریار صدا می زدن و این نام همکنون لقب وی می باشد. خب مرسی که تا این لحظه همراه هم بودین. لطفاً نظرات و پیشنهاداتتون رو پایین همین ویدیو با ما به اشتراک بذارید. یا اگه هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشم که با عضویتتون از من حمایت کنید. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.